که نامش بود در دلت تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. در سال 1997 میلادی در رابطه با تأثیر خبرهای بد روی شنوندگان، محققین متوجه شدند در سه برنامه 14 دقیقه‌ای با اخبار بد و ناگواری که باعث نگرانی افراد میشد و همچنین اخبار خوب و هیجان آمیزی که باعث شادی افراد میشد، در یک آزمون مثال و پاسخ آنانی که با خبرهای خوب جواب سوالات رو داده بودند خیلی سطحی و کوتاه به این نتیجه رسیده بودند که میتونه ایام ما، آینده ما در مسیر بهتری پیش بره، و برعکس آنانی که اخبار بد رو شنیده بودن، اخبار ناگوار رو شنیده بودن، اونها نیز به این نتیجه رسیده بودن که روزگار روزگار تلخی هست و معنای زندگی، معنای درستی نمیتونه برای ما داشته و با زمانهای خیلی طولانی مسائل اخباری که شنیده بودن رو مطرح کرده بودن و به نوعی از کاهی کوهی ساخته بودن. و متاسفانه در طول این سالهای اخیر ما شاهد بر این هستیم که اخبارهای بد از رسانه ها و همچنین از دنیای مجازی که تحت پوشش خبرهای 24 ساعته به ما میرسن، یعنی اخبار 24 ساعته ما داریم. یادم از زمانی که ما جوان‌تر بودیم، برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های گروهی معمولا یه ساعت خاصی 10 دقیقه رو یه اخباری رو میگفتن، 20 دقیقه یه اخباری رو میگفتن. اما الان این گونه نیست. تلفنی که تو دستت هست پر از اخبار هستش و اکثر اخبار هم اخبارهایی هستش که متاسفانه بد هستش. از روی اینستاگرام میتونی بگیری، از روی تلگرام میتونی، روی فیسبوکت میتونی بگیری، بلا فاصله برای تکس خواهند کرد اخبارها رو و میبینیم که چه تأثیر بدی روی جامعه، روی مردم، به طور خاص روی جوانان ما و همچنین روی زنان داره این اخبار بد. بنابراین دلیل نگرانی ها، ترس ها، غم ها، ناامیدی ها و حتی رنج ها و بیماری ها و ناخوشی ها نه تنها اخبار بده، بلکه خود بدی هاست. اما چرا بدی؟ یعنی چرا بدی وجود داره؟ گاهی ما به جای ریشه یابی نسبت به بدی ها در سعی و تلاش بر این هستیم که یا فرار کنیم، یا جدا بشیم، یا طلاق بگیریم، یا شکایت کنیم و یا به نوعی با بدی و بدی‌ها ما بجنگیم که مسلماً خود ما در اون زمان میشیم یک سوژه بدی دیگر. در کتاب امثال 20:22 میخونیم، اعلام میکنه: مگو از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه بر خداوند توکل نما و تو را نجات خواهد.
پس به هیچ وجه نمیتوانیم با اندیشه و نقشه ها و اعمال بد با بدی ها بجنگیم. هرچند گاهی همه ما چه بسا به نوعی در برابر آنچه را که بد دیدیم یک واکنشی رو انجام دادیم که چه بسا اعمال من، سخن من، واکنش من بدتر از اون بوده. تصور بکنید توی یک مهمانی هستید، دارید صحبت میکنید با افراد، بعد یک دفعه بچه ها سر صدا میکنن. این اتفاق هم برای ما افتاده، ما این کار کردیم، هم برای دیگران که بستر ما آوردن، که یک بار یک نفر یا خود ما یا دیگری بر ما داد زده، فریاد زده، چیکار دارید میکنید؟ ساکت چی؟ و اونا ساکت شدن، بچه ها ساکت شدن، ما ساکت شدیم، ما ساکتشون کردیم. اما تأثیر این داد و فریاد چه بسا تا آخر عمر میتونه با این بچه ها باشه. به طور خاص زمانی که انتظار از افرادی که ندارن، افراد با خشم و عصبانیت داد زدن و گاهی به نوعی دیگه ما نسبت به موضوعاتی که پیش اومده و در اون ما یک بدی رو دیدیم، باعث عذاب و رنج ما شده، تصور کردیم بهتر هست با یک حرکتی که اون حرکت هم حرکت بد بوده من اون موقعیت رو خونسا کنم و تازه بیشتر آسیب خوردم وقتی به اونجا من رسیدم. چند تا کارمند وقتی که کارشون تموم میشه و به اتفاق همراهی بودن برای رسیدن به خانه، توی راه که میومدن یکی از این کارمندا که نزدیک خونهشون هم بوده حالش بد میشه، سکته میکنه و میمیره. دوستانش میگن چی کار کنیم الان، ما بیمارستان بریم؟ که اینم که مرد. به هر حال تصمیم میگیرن که چون خونه نزدیک هست ببرن خونه خود این شخص، ولی میگن کی خبر حالا به زنش میده؟ چجوری ما این خبر رو بدیم که باعث اذیت نشه؟ به هر حال میشنه و اذیت میشه. یکیشون میگه نگران نباشید، من طوری میگم که اذیت نشه. بعد میره در خونه رو میزنه و زنم در رو باز میکنه، میگه یه خبر بعدی براتون دارم. میگه بفرمایید. چیه؟ میگه متاسفانه همسر شما زن دوم گرفته. میزنه تو سرش، میگه جنازه‌ش رو برای من بیارن. بعد اونم به دوستاش میگه حالا میتونید بیارید. خیلی موقع هستش که ما اخبار بد رو با خبرهای بد میخواییم به نوع دیگه ای بدیم، اما این راه حل واکنش درست نمیتونه برای بدی ها باشه. در کتاب امثال 11:27 میخونیم که اعلام میکنه در پی نیکی باشی مورد لطف خدا خواهی بود، ولی اگر به دنبال بدی بروی جز بدی چیزی نصیبت نخواهد شد. پس مطابق این آیاتی که خونده شد، خود خدا که خالق جهان میباشد کاملا مخالف بدی هاست و مطالب کلام خداوند تماما گواه بر این هستش. به طور خاص وقتی که ما در کتاب پیدایش یک رجوع میکنیم متوجه میشیم که خداوند که جهان رو در 6 روز آفرید، هر روزی که چه زمین و آسمان رو آفرید، چه گیاهان و جانداران رو آفرید و چه آدم و حوا رو آفرید، بعد از اینکه تمام میشه کار خدا اعلام میکنه کلام خدا چه نیکوست. پس خدای ما آنچه را که آفریده فقط در مسیر نیکویی آفریده و این اراده و این هدف او بوده. در پیدایش 1:31 میخونیم، اعلام میکنه و خدا هرچه ساخته بود دید همانا بسیار بسیار نیکو بود. شام بود و صبح بود در روز ششم که منظور برمیگرده برای روز هفتمش. پس اراده خدا در خلقت نیکوست. از این رو هستش که عیسی مسیح در انجیل متی 6:10 اعلام میکنه در ابتدا چی رو بطلبیم؟ اراده خدا، چون اراده خدا نیکو هستش و در اون هرگز چیزی بدی نخواهد بود. حالا اراده خدا نیکوست، اما غافل نشید از اینکه ذات خدا هم نیکو هستش. مطابق مزمور 100:5 اعلام میکنه زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او و امانت وی تا ابد الآباد هستش. همانگونه که در علم فیزیک تاریکی عبارت است از عدم حضور نور،
که تاریکی رو ایجاد میکنه، و اگر ما بخوایم به اون اراده خدا نگاه کنیم در زندگیمون و به جهان، عدم نیکویی بدی هستش. پس هیچ لزومی نداره ما با بدی بجنگیم. اصلا با بدی جنگیدن یه کار بیهوده است، چون بدی حقیقت نداره، نیکویی حقیقت داره. بدی جز واقعیت ها هست که دلیلش ما بودیم، اما نیکویی از طرف خدا هست و دلیل نیکویی نیست، خود خداوند بوده. و اگر بخوایم با او بجنگیم، با بدی بجنگیم، تأثیر بدی دوباره بدی خواهد شد. شاعر نیز اعلام میکنه: گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است، قمصر کاشان. گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است، اما چه سود، حاصل گلهای پرپر است. درسته که نتیجهش خوبه، اما موقعیت دیگه ای رو خراب کرده. در پرانتز میخوام این رو بگم، خیلی ها معتقد بر این هستن، در گذشته منم همین اعتقاد رو داشتم، اما اشتباه کردم. تصور بر این میکنیم نظام جمهوری اسلامی رو که باعث دردها و رنجها و مشکلات و هلاکت بشریت، نه تنها ایران بلکه کشور خاورمیانه و که مردم دیگه ای هستش، این رو خدا گذاشته. اگر خدای ما خدای نیکوست، هرگز خدا چنین کاری رو نکرده. عزیزان تصور بر این میکنن چون نظام جمهوری اسلامی اومد، خیلی به مسیح ایمان آوردن. این دقیقا اشتباه هستش، چون نظام جمهوری اسلامی اومد توی جنگ ها با مرگ که برای مخالفین در نظر داشت، با زندانی ها، با اعتیاد و فسادی که ایجاد کرد، میلیون ها ایرانی رو متاسفانه هلاک کرد. پس این دلیلش نیست، حتما خدا اجازه داده، خدا آزادی رو به انسان ها داده. عذر میخوام ازتون، منم قسمتی از همون تاریخ هستم. متاسفانه قدردان نظام پهلوی نبودیم، حتما اونها اشتباهاتی داشتن، اما این دلیلش نبود که خدا ما رو تحریک کرده باشه و اون نظام از طرف خدا تحمیل شده باشه، چون بدی از طرف خدا نمیاد عزیزان. انتخاب رأی ما بود، رأی ما بود که به یک باور دیگه ای فکر میکردیم، تصور میکردیم یک نظام اسلامی میتواند شرایط زندگی رو برای ما خوب کنه. اشتباه کردیم، اما اشتباه اون رو لطفا به پای خدا نذاریم. خدا دلیل بدی ها هرگز نخواهد بود. شاعر اعلام میکنه: بد میکنی و نیک طمع میداری، هم بد باشد سزای بدکرداری، با اینکه خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. اگر نیت من بد هست، مسلم بدونم که من در این مسیر به اون هدف بدی نیز خواهم رسید، ولی این رو من نمیتونم هرگز به حساب خداوند بذارم. برای نمونه قائن و قابیل، زمانی که هر دو تصمیم میگیرن برای خداوند هدایایی بیاورن، اما از اونجایی که قائن متاسفانه درک درست نسبت به هدایا در رابطه عاشقانه با خدا نداشت، نوع دیگه عمل میکنه و باعث خشم و عصبانیت اون میشه نسبت برادرش. اما قبل از اینکه بخواد برادر خودش قابیل رو بکشه، خداوند به اون اینگونه میگه در پیدایش 4:7: اگر نیکویی میکردی، یعنی اگر اراده خدا رو میدانستی. از این رو از کلام خدا میگه اول اراده او رو بخوایم، یعنی نیکویی او رو بخوایم. اگر نیکویی میکردی آیا مقبول نمیشدی؟ و اگر نیکویی نکردی، گناه یعنی وسوسه که باعث خواهد شد که من در مسیر طمع در جای اشتباه بایستم. و اگر نیکویی نکردی، گناه بر در در کمین است و اشتیاق تو دارد، یعنی اون اشتیاق شیطان، اون وسوسه که از طرف شیطان، اما تو بر وی مسلط شد، یعنی استقامت کن، بیسته. پیام این کلام تشویق در اصل به قائل این هست که شخصیت نیکوی خودت رو نمایان کن، و امروز هم با ما همین گونه است.
امروز هم به ما همین رو داره میاموزه که بتونیم در بود یک شخصیت سالم عمل کنیم، شخصیتی که نیک نام باشیم، که بالاترین رضامندی از چشم خدا و همچنین از چشم خلق خدا رو داشته باشیم. باز در امثال 22:1 سلیمان پادشاه این گونه اعلام میکنه: نیکنامی از ثروت هنگفت بهتر است. در از داره میگه از چشم خدا نیکنام باشیم. خیلی ها هستن با رفتار و اعمال زشتشون اما اونقدر ثروت دارن که مردم اونها رو خوب میدونن، ولی حقیقتی نیستش. به خاطر محبوبیت های دنیویشون مردم اونها رو خوب میدونن. نیکنامی از طرف کلام خدا و از نظر چشم خداست. نیکنامی از ثروت هنگفت بهتر است. یعنی این که یک دفعه یکی میگن لاتوری 1,000,000 دلار برنده شد و همه میگن واه فلانی، خب مشهور میشه دیگه، فلانی 1,000,000 دلار برنده شده، اما صاحب یک ثروتی شد که نه برای زحمتی کشیده و ربطی هم به شخصیتش نداره. و محبوبیت یعنی در مسیر نیکویی کردن از طلا و نقره. گاهی ما فکر میکنیم چه فایده این همه نیکویی کردیم، چی شد؟ همه به اونجای رسیدیم که به خودمون گفتیم آه چقدر فلان رو محبت کردم آخر خراب کرد. من گفتم، شما نگفتید؟ بله بله بله، چه دلت بایی همه دارم در پایی بله. همه ما نیکویی های کردیم، محبت های رو انجام دادیم که بعد گویا پشیمان شدیم چون انتظار دیگه ای داشتیم. نه گفته نمونه، ما شکل خدا آفریده شدیم. در پیدایش 6:6 کلام خداوند وقتی میبینه انسان ها این همه در گناه هستن میگه خدا پشیمان شد که انسان را آفرید، چون خدا انتظار نداشت که اعمال انسان ها اونگونه بشه. پس ما مگر نیکویی میکنیم یک انتظاری داریم در برابر اون نیکویی، ولی آنچه را که امروز به خاطرش خوانده شدیم این هست که ما راهی غیر از محبت و نیکویی نداریم به عنوان فرزندان خدا، هیچ راهی نداریم، ما هرگز نمیتوانیم بجنگیم. چارلی چاپلین اعلام میکنه انسان خوبی باش اما وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن. وقت نذار که به دیگران ثابت کنی تو شخصیت خوبی هستی. همین که ما خوب میتونیم باشیم، در از ما در مسیر کلام خداوند توانستیم در اعتدال زندگی کنیم، یعنی در مسیر عدالت زندگی کنیم، در مسیری باشیم که بتونیم توی یک جایگاه خوب برای اندیشه کارهای خوب باشیم بدون وسوسه، وسوسه‌هایی که از شیطان میاد و میل لذت بسیار در من نباشه، توی اون مسیر مناسبی باشه که مبادا باعث بیماری و رنج من باشه. در انجیل لوقا باب 17:1 می‌خوانیم که اعلام می‌کنه عیسی مسیح وسوسه همیشه وجود داره. پس ما مانع وسوسه نمی‌تونیم بشیم. سیستم مغزی ما مانند رادیوس، یک سیستمی هستش که فرکانس‌ها رو می‌گیره. از خودمون می‌گیره، از دیگران می‌گیره. و اگر چیز بدی هم بیاد، اونو نیز خواهد گرفت. پس من هرگز مانعمون نمی‌شم. همه ما به نوعی تجربه کردیم که وسوسه شدیم. و حتی الان چه بسا در بین ما عزیزانی باشیم که نگران بعضی از وسوسه ها هنوز هستیم. شاعری میگه خبر این که من نیز کمی بد شدم، خبر این که من نیز کمی بد شدم، اعتراف این که در این شیوه سرآمد شدم، پدرم خواست که فرزند مطیع بشدم. آرزوی والدین ما هست، آرزوی خودمون بوده، آرزوی معلمینمون بوده که همانی که کسی حدس نمیزد شدم. باز نتوانستم توی اون جایگاه درست خوب نیست قرار بگیرم. اما این بر این نیستش که ما به راحتی وسوسه رو بپذیریم و اجازه بدیم اون بر ما غالب بشه. نامه یعقوب 1:12 اعلام میکنه خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، یعنی استقامت کنه، بیسته، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران آن خود وعده داده است خواهد گرفت. اگر من استقامت میکنم در برابر بدی ها، این نیست که بی نتیجه باشه. مطمئن باشیم که
خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد نسبت به آنچه که ما درست انجام میدیم. برای نمونه یوسف در برابر وسوسه استقامت نمید. صدای من رو دارید شما؟ یه صدایی هم قبلا اینجا اومد به امید خدا میخوام سالانمون رو عوض کنیم چون این سالان ما الان مدت هاست این مشکل صدا رو داریم و نتوانستیم چند نفرتون حاضر هستید ما بریم اون سالانی که کوچیک‌تر هست باشیم اما این مشکل صدا رو نداشته باشیم میخوام رأی بگیرم ازتون برابر ما این سالان رو عوض خواهیم کردش چون هر چقدر عزیزان روبن عزیزم لطف کنه قبل از ساعت 12:30 میان اینجا من نمیدونم کسی که قبل از ما هستن اینجا رو متاسفانه به نوعی تنظیم میکنن که نمیدونم الان صدا هستش؟ یوسف در برابر وسوسه ها استقامت نمود و به وعده رسید یعنی پله بعدیش وعده ای بود که خدا داده موسی نیز در کاخ بزرگ شد و میتوانست اونجا بله بگه به تمام اون پست و مقامی که توی اون شرایط داشت براش ایجاد شده بود اما اون نیز وسوسه بود برای ملتش ایستاد برای قومش ایستاد و توانست قوم اسرائیل رو از بردگی نجات بده و داوود پادشاه زمانی که دید شاول به دنبال او هست برای کشتنش با توجه به اینکه خدمات رو انجام داده بود با توجه به اینکه از نظر موقعیت روحی و روانی رو به فشار بود که هر آن امکان داشت بیان بگیرن و بکشتنش و با توجه به اینکه یک روز این شرایط ایجاد شد که داوود پادشاه شاول رو بکشه اما به این وسوسه بله نگفت به این وسوسه آمین نگفت و استقامت کرد هرچند ردای داوود رو شاول رو برید اما توبه کرد و گفت وای بر من که به مسیح خداوند نیست خواستم آسیب برسونم و ردای اون رو پاره کردم اما در این استقامت خدا او رو برکت داد و از نسل او نجات دهنده عیسی مسیح بر روی زمین آمد وقتی که استقامت میکنیم مطمئن باشیم که برکت خداوند در زندگی ما خواهد آمد و اجازه نمیده که ما در شرایط بدی قرار بگیریم نویسنده اعلام میکنه هر وقت وسوسه میشوی که به شیوه قدیمی عمل کنی که قبلا هم این کار رو انجام دادی به آلوده گناه اشتباه شدی از خودت بپرس میخواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده سوال خوبیه از خودمون بپرسیم که چگونه میخواییم ما در این رابطه عمل کنیم و داوود پادشاه در همون شرایط سخت این صدا اذیتتون نمیکنه؟ در همون شرایط سخت در مزمور 34 دو من از شریف براتون چند تا آیات این مزمور رو میخونم که پند خوبی هست برای زمانی که ما وسوسه میشیم چگونه عمل کنیم اعلام میکنه او را ستایش میکنم در حضور خدا برو موقع وسوسه در حضور خدا برو نام او رو جلال بده تو چه مسیری جلال بده به خاطر تمام کارهایی که انجام داده به یاد بیارد که خداوند توی زندگیت بارها دست تو رو گرفته بارها تو رو حمایت کرده و اون رو اعلام کن از اون بر شیطان داره به تو میگه و تو رو داره در مسیر وسوسه قرار میده تو هم اعلام کن که خداوند با من بود من اعلام میکنم که مسیح من رو نجات داد مسیح دختر من رو شفا داد مسیح من رو از ایران توانست به این سرزمین بیاره بدون اینکه من حمله بشه با اینکه من لو رفته بودم مسیح این کلیسا رو داده به من مسیح شماها رو به من داده من رو به شما داده و همینطور شروع میکنم اعلام کردم اعلام میکنم نیکویهای خدا رو اعلام کن نیکویهای خدا رو و اونجا هستش که وسوسه هرگز بر تو غالب نمیشه بلکه اون پیروزی مسیح هست که نصیب تو خواهد شد اعلام میکنه که ابسورد دلان بشنوند و شادمان گردند واو نه تنها شما
اجازه نمیدی وسوسه بر شما حاکم بشه. اتفاقا برعکس، زمانی که شما می ایستی در برابر وسوسه اونقدر پر از قوت میشی که خیلی ها میبینن بی کاری، بی پولی، عذر میخوام، مریض شدی، طلبکارا اومدن سراغت، هزار اتفاق بعدم کنارته، وقتی افراد بهت میرسن میگن چه خبر، میگی هاللویا با تمام این مشکلات خدا با من هستش، خدا منو حمایت میکنه، خدا منو تنها نمیذاره. و وقتی اینو اعلام میکنی اونجا هست که شیطان دور میشه، احساس بد دور میشه، ناامیدی و خستگی از تو دور خواهد شد. ولی اگر برعکس عمل کنی و شروع کنی به شکوه و غر زدن، هم به خودمون آسیب زدیم، هم مخاطبینمون پر از آسیب شدن، چون اونها هم انسان هستن، خدا که نیستن. به خدا میتونیم بگیم، خدا گوش میکنه، دست نوازش بهت میکشه، بغلت میکنه، میبوستت، اما همه انسان ها چنین تعاملی رو ندارن. پس به خدا بگو، همون گونه که داوود پادشاه میگه از آیه 4 به بعدش دوباره براتون میخونم، اعلام میکنه به حضور خداوند دعا کردم، پس دعا نیز باعث خواهد شد که وسوسه بر ما غالب نشه. او دعایم را مستجاب فرمود، بپذیر که قبولت میکنه و مرا از جمیع ترسهایم رهانید. داوود اینو تجربه کرده. آیه 8 میگه امتحان کنید، یعنی اعتماد داشته باشید، یعنی نترسید، نه که خدا رو ما بیم آزمایش کنیم، خیلی، یعنی بهش اعتماد کن، ببین خدا تو رو دوست داره، خدا عاشق توه. اعتماد کنید و ببینید که خدا من چقدر نیکوست، چقدر نیکوست خدا، چه مرزی میتونیم براش بذاریم از نظر ارتفاع، طول، عرض، بی نهایتی که برای ما نمیتونه حتی اون بی نهایتش بگیم، یک مرزی داره برای ما، بی نهایت باز محدوده به شناختمون، اما محبت خداوند بی نهایتیه که در این جهان نمیتونیم اون رو بگنجونیم. و اعلام میکنه خوشا به حال کسانی که به او پناه میآورند. ای مؤمنین خداوند را گرامی بدارید، احترام بذارید، دوستش داشته باشید، عاشقش باشید، مثل خود شما روز یک شنبتون رو به مسیح دادید. خداوند رو میبینه، خدا میدونه که اصاره احترامی که از طرف شما میاد از عشق داره میاد، از محبت داره میاد، محبتی هست که اونو دوست داریم. اعلام میکنه زیرا کسی که او را گرامی بدارد، باز اعتماد میکنه بهش، محتاج به چیزی نمیشود. شیرهای جوان هم گاهی گرسنه نمیشن، اونا که مدعی هستن، اونهایی که ادعا میکنن، میگه اونهایی هم که ادعا میکنند گاهی هستش که احساس میکنن خسته خاطر شدن، ناامید شدن. باز میخوام اونهایی که حالا به هر اسمی، به عنوان یک کشیش، به عنوان یک اسقف، به عنوان یک آیت الله، به عنوان یک فریسی ادعای خدا دوستی داره اما رابطه با خدا نداره، فقط داره ادعا میکنه، میگه اونها خواهند افتاد. اما کسانی که طالب خداوند هستن، یعنی عاشق او هستن، رابطه دارن، هرگز محتاج نخواهند شد. چرا؟ چون میدانن که نام خدای اونها یهوه یایراست، یعنی مهیا کننده، یعنی تهیه میکنه براشون. خدای اونها بت نیست، الله نیست که والدینش به او آموخته باشن. خدایی هست که تجربه کرده، چشیده، کلام رو خونده، تحقیق کرده. یهوه خدای حقیقی هست، خدای عشق و محبت هست. 3 هستش که کمپینی که گذاشتیم برای خدا محبت هست رو اعلام کردیم. هر روز برای من فیلمی میفرستن، امروز هم یه عزیزی روی آسانسور نوشته بوده خدا محبت است توی ایران و فرستاده. هدف ما از این کاری که داریم میکنیم این هست، مانند یحیی میگه کلام خدا راه و باز کرد تا عیسی مسیح بیا. آمین. ما داریم راه و باز میکنیم تا خدای محبت به ایران معرفی بشه، نه خدای الله، نه خدای قصاص، نه خدای ترسها. و این کار ما هست. روز جمعه در شبکه محبت یه خواهر آمریکایی هستش، ایشون پر از روح القدس. چند وقتی بار من و سمی جان هدایت میشیم که ایشون برای ما دعا کنه. ایشون چیزی در این رابطه نمیدونست، وقتی دعا کرد گفت در روح دارم میبینم برادر رسول، شما در ایران دارید حرکتی رو انجام میدید که ورود عیسی مسیح رو خوش آمد بگن و دارید اعلام میکنه خدا محبته. هیچی نمیدونست،
شاهد خواهر ما سمی جان اینجا هستن. سمی جان فقط برای تایید دستت تکون میده. مرسی. از خدای ما خدای محبته. اعلام میکنه ای فرزندان بیایید و به من گوش فرا دهید تا راه احترام به خدا را به شما بیاموزم، راه عشق رو بیاموزه. آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ میخواهید؟ آمین که باید لذت ببریم. آمین که از بچه هامون، از همسرمون، از سرزمین آمریکا که بهش اومدیم و رسیدیم اینجا، از ماهیگیری، از تفریح. این ماهیگیری که میگم یاد پرویز جان، پرویز جان شما قرار بود من رو ببرید ماهیگیری، حتی منتظر بعد از یوسف عزیز هستیم، از ماهیگیری، از تفریحات لذت ببریم. اما زمانی این لذت میتونه برای من خطرناک بشه که به افراط میرسه و میخواد جای خوشی من رو در حضور خدا بگیره. اگر من درک کردم کمال خوشی ها در حضور خداست، لذت من به اندازه دارم، اولویت من خداست، از خوشیون پر میشم. اما باید از تمام چیزهایی که داریم، حتی از لباس، لباسی که میخریم باید لذت ببریم. باید برای سفر داشته باشیم. من در طول هفته یک روز در هفته رو مال خانوادم هستم و دوست دارم اونها رو محبت کنم، دوست دارم لذت بدم، لذت ازشون بگیرم. و همه ما باید این گونه عمل کنیم، چون خدا نمیخواد ما در زندگیمون در رنج و عذاب باشیم. هرگز این اراده خدا نبوده. آیا طالب عمر طولانی هستید؟ آمین. هاللویا. این طبیعتیه که خدا به ما داده. این طبیعت که خدا به ما داده باید ما در عمر طولانی زندگی بکنیم، چون خدا هرگز قصدش این نبود که ما بمیریم. و میخواهید سعادتمند باشید؟ آمین که من میخوام باشم. پس از شرارت دست بردارید، از افراط، از وسوسه ها، از اعمالی که بد هست دست بردارید و کارهای نیک انجام دهید. صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نمایید، یعنی حکمت، یعنی عدالت خدا رو، یعنی اعتدال زندگی کردن رو. چشمان خداوند بر نیکان هست و گوشهای وی متوجه فریاد آنهاست. خدا از دل من و تو باخبره. اگر کسی دل تو رو شکسته، اگه باعث غم و اندوه تو شده، بسپر به دست خدا. خروج 14:14 چی میگه؟ یکی بلند میگه. خروج 14:14 آرام باشید زیرا می‌جنگم. آمین. دست بزنید برای عزیزم. میگه تو نجنگ، بذار من بجنگم. خدا جنگجوی خوبیه. تو نجنگ. میخوای بجنگی با کلام بجنگ. بذار شمشیر توی دستت باشه. خواهیم رسید اگر وقت کنیم تو این 2-3 ساعت. بله خنده داره تو 2-3 ساعت موعظه. میگه چشمان خداوند بر نیکان است و گوش‌های وی متوجه فریاد آنهاست. خداوند مخالف مردمان شریر و بدکار هست. تو اون قسمت قرار نگیر. و آثار و خاطر ایشان را از روی زمین محو میکنه. نگران هیچی نباشیم. ما میگیم سرنگون با نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، نظام بیگانه اسلامی، اما هرگز هرگز ما مثل دنیاوی با اونها نخواهیم جنگید. وقتی که میگیم سرنگون با نظام اسلامی، در اصل داریم اعلام میکنیم ای خدا تو برای ایرانی ها بجنگ. تو در برابر اونم با کیا بجنگه؟ نه با این جسم و گوشت و پوست و استخوان مثل خامنه‌ای که معلوم نیست امشب هست فردا شاید نباشه. نه، با روحی که پشت خامنه‌ایه، پشت نظام اسلامی و اون شیطان هست. با شیطان بجنگ خداوندا، چون کار من جنگ با شیطان نیست، اون کار تو هست خداوندا. و هرگز قصد این رو نداریم که دست به جنگ بزنیم با دولت و یا نظامی، چون میدونیم پدر ما جنگجوی خوبی هستش. شیطان با وسوسه نمودن آدم و حوا آنان را در چاه طمع در اصل گرفتار کرد، چاهی که باعث عذاب نسل بعدی نیز شد. بریم با هم دیگه نامه اول تیموتائوس 6:10 رو بخونیم. آیا عزیزان همه بروشور دارن؟ اونهایی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا. هر کسی بروشور نگرفته، مجموع درسی این ایامی که در پیش داریم در طول این هفته در رابطه با ریشه بدی ها هستش. احتیاج شد چرا خوشم بشه رو بر. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست. پس طمع ریشه همه بدی ها هستش. اگر میخواییم در برابر وسوسه بیستیم، فکرمون رو از طمع نسبت به هر چیزی باید تقدیس کنیم. یک مثال فارسی میگه طمع چاه اشتباس. مبادا به دامش
گرفتار بشی. بله؟ که بعضی چون در پی آن می‌کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. آمین. بیتونیم برای قسمت دست بزنیم کلام خدا. اگر در فکر و اندیشه طمع هستی گرفتار میشی، به اسارت میری. همه ما در کلیسا هستیم، همه ما به مسیح ایمان آوردیم، همه ما وقتی تعمید میگیریم عزیزان، هدفمون این هست که آزاد بشیم از تمام بدیهایی که از طرف خدا نبود، از طرف شیطان بود و دست و پایانی افکار و احساسات ما رو متاسفانه در بر گرفت. و تا زمانی که ما آزاد نشدیم، میتونه 50 سال از ایمان شما گذشته باشه، اما باعث آسیب به خودت، خانوادت و خلق خدا خواهی شد. پس آزاد شد تا وقت هست در حضور خدا از هر چیزی که تو رو در بند کرده آزاد شد. فریدون مشیری اینگونه میگه: گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است. فرق نمی کنه. از ایران فرار کردیم اومدیم اینجا، ببینیم اینجا ای وای با ایرانی ها نمیتونیم کار کنیم. چرا؟ با ایرانی ها بیزینس نکنیم. چرا؟ به کلیسا ایرانی ها نریم. چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل من چیه؟ چه مشکلی دارم که نمیتونم با هموطن عزیز خودم رابطه برقرار کنم؟ چرا فرار رو بهترین راه قرار دادیم؟ خودم اگر آزاد بشم، آزادی اصلی رو گرفتم. دنیا برای من قفس نخواهد. پس میباید آزاد از وسوسه و طمع به نیکویی اندیشید و عمل کرد، همون گونه که این شاعر اعلام میکنه. خدا را بران بنده بخشایش است، سعدی اعلام میکنه. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. کسی نیک بیند به هر دو سرا، همین جا هم آسمان، که نیکی رساند به خلق خدا. اگر هدف ما نیکویی باشه، نیکویی که از طرف خدا هست، مطمئن باشیم ما اون موقع با بدی ها لازم نیست بجنگیم، ما پیروز هستیم. بریم با هم دیگه انجیل لوقا 4:1-15 رو داشته باشیم. میخواید لطفاً چراغ وسط روشن کنیم؟ اگر عزیزان میل به این دارن کلام رو نگاه کنن سپاسگزار هستم. اما عیسی پر از روح القدس بود، از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. خیلی ممنون. اینجا وسوسه های همه خوب با این قسمت آشنا هست. عیسی مسیح تعمید گرفت. پس فکر نکن تعمید گرفتی تموم شد همه چیز. تعمید گرفتی شروع میشه تازه همه چیز. اولین قدم اینه که باید از روح القدس پر بشی. چون بدون روح القدس، پوری روح القدس نمیتوانی با وسوسه بجنگی. بی خودی به جنگش نرو. مسیح زمانی که تعمید گرفت، خدا گفت من از تو خوشنود هستم. زمانی که تعمید میگیری با نیت پاک، خدا میگه من از تو خوشنود هستم، ولی شیطان از تو ناراحت هست و میاد به تو آسیب برسونه. مسیح از روح پره و حالا میره روزه میگیره. وقتی تعمید میگیریم برنامه بزنیم توی زندگیمون برای رشد روحانیمون، حتی لازم هست روزه بگیریم، نه مذهبی، نه مذهبی، عدالتانه، که درک درست در روزه داشته باشیم. بله؟ و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می‌نمود. این 40 روز برمیگرده در اصل به اون 40 سال نگاهی میکنه که قوم اسرائیل نیز متاسفانه در وسوسه قرار گرفتن و آنچه را که زیر 40 روز باید به هدف میرسیدن، به کنعان میرسیدن، اما 40 سال به خاطر اون وسوسه و اشتباه و گناه متاسفانه میبینیم که راه طولانی تری رو طی کردن و خیلی هاشون هلاک شدن. بله؟ و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس به او گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. خب به نوعی داره دوباره کپی میکنه شیطان. اینو بهتون بگم، شیطان به هیچ وجه نبوغ نداره، ولی کپی زن خوبیه، خوب کپی میزنه، از کار قبلیش هم داره کپی میگیره بیچاره. چون به حوا در اومد گفت حقیقتاً، حالا اون حقیقتاً رو داره به نوعی دیگه با مسیح صحبت میکنه. دوباره این قسمت رو بخونید. و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. بله، پس داره میبرتش دوباره به نوعی زیر سوال.
ببینه آیا مثل حوا میتونه عیسی مسیح رو فریب بده؟ بله. عیسی در جواب وی گفت: مکتوب است که انسان نه به نان فقط زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه خدا. در از اینجا شیطان بازم داره کپی کار گذشتش رو میکنه، با حوا، با قوم اسرائیل، حالا با خود عیسی مسیح داره این کار میکنه، نسبت به خواسته هایی که حتی جسم ما میتونه در این موقعیت نیازش باشه. خواسته های جسمش هست، خواسته های چشمش هست و خواسته های غرور زندگانیش هستش. حالا دوباره داره اینجا عیسی مسیح رو تو این سه تا آزمایش میبره. تو این سه تا آزمایش همیشه ما قرار میگیریم. برای همین کلام خداوند به ما میآموزه فروتن شو. ولی نمیشم برم در حضور خدا فروتن میشم. در حضور خدا فروتنی رو خواهم آموخت. بله. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه‌ای بدو نشان داد و ابلیس بدو گفت: جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو میدهم، زیرا که به من سپرده شده است و به هر که من میخواهم میبخشم. پس اگر تو پیش من سجده کنی، همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب گفت: ای شیطان، مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما. پس او را به اورشلیم برده بر کنگره هیکل قرار داد و به دو گفت: اگر پسر خدا هستی، خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده است: خداوند خدای خود را تجربه مکن. و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید، تا مدتی از او جدا شد. بله، میتونیم برای این کلام خدا دست بزنیم. مطابق افسوسیان 6:7 اعلام میکنه کلام خدا شمشیر تو دست ماست. آمین. و عیسی مسیح با کلام خدا به توسط روح القدس، یوشع 1:8، به توسط کلام خدا یوشع 1:8 و به توسط روح القدس اعمال رسولان 1:8 در برابر مسیح ایستاد. به توسط روح القدس و به توسط کلام خدا میباید در برابر وسوسه بایستیم و مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد. یک مثال انگلیسی میگه: هر قدر بیشتر ماهی بخواهید، باید بیشتر به دریا نزدیک بشید. هر چقدر بیشتر میل به این داریم که در برابر وسوسه بدیها به ایستی، بیشتر خودتو به خدا نزدیک کن، برنامه بده به زندگیت، کلام خدا رو بخون، در حضور خدا برو، برنامه های کلیسا رو دنبال کن. ما پنجشنبه ها جلسه داریم، سه‌شنبه ها برادرم عزیز امیر جان کلاس دارن اینجا، از ساعت 7 شب میتونید 7:30 بیایید. اینا رو حداقل یکیشو بیاید، یا پنجشنبه رو بیاید یا سه‌شنبه رو بیاید. وسط هفته اجازه نده. اتفاقا وسط هفته اینو بهتون میگم، چهارشنبه و پنجشنبه روزهایی از هفته هستش که ما خیلی منفی و نگاتیو میشیم به خاطر شرط زندگیمون. حتی شده 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت بیا کلام خدا رو بشنو. سه‌شنبه ها صبح زود میتونی تشریف بیاری کلیسای پرسنل مسیح، با توجه به اینکه تو یک سری سختی و مشکلات هستن زن امکاناتی، ولی موقعیت خوبی رو برای اعضا قرار داده تا بتونید این قوت رو دریافت کنین. اما این رو هم بدونیم که هرگز نباید اجازه بدیم وسوسه ها دلیل ترس های ما بشن. وسوسه میشیم، در حضور خدا میریم، توبه میکنیم و خدا ما رو برکت میده. نامه اول قرنتیان 10:13 این گونه میگه: وسوسه هایی هست که برای تمام مردم پیش میاد. پس اینو خدا خوب میدونه، نگرانش نباش. اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. پس از خدا این قدرت رو بگیر، این قوت رو بگیر. خدا همراه با هر وسوسه ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن نیز پایدار باشید. حالا هر چقدر بیشتر وسوسه می شید، بیشتر بیست و بیشتر برکت خواهید گرفت. شاعر بهار اعلام میکنه: پافشاری و استقامت میخ سردار عبرت بشر گردد، بر سرش هرچه بیشتر کوبی پافشاریش بیشتر گردد. هرچقدر شیطان میخواد ما رو وسوسه کنه، ما بیشتر بیم در حضور خدا، بیشتر قوی خواهیم شد،
و در این رابطه هستش که بهتر میتوانیم بیستیم. البته اگر ما خود طالب بعضی از وسوسه ها نباشیم، خودمون راه ها رو باز نکنیم که حالا شیطان هم به ما یه حل بده، در دلم این وسوسه باشه ولی من شیطانم یه کمک بگیرم. خیلی فرق میکنه که من خودم میل به وسوسه دارم و یا اینکه شیطان داره مرا وسوسه میکنه. زنی میره پیش یک شخص فالگیر، میگه میشه فال منو بگیری؟ فالشو میگه خیلی متاسفم، فردا شب همین موقع همسر شما میمیره. میگه اونو میدونم، فقط میخوام ببینم منو دستگیر میکنن یا نه. بریم با هم دیگه لطفاً نکته اول رو داشته باشیم. همه بروشور داریم؟ نکته اول ریشه بدی‌ها چیست؟ عزیزان اینها رو پر کنید لطفاً، و خواهشم این هستش که اینها رو با دیگران کار کنید، به دیگران تعلیم بدید. دوم تیموتائوس 2:2 چی میگه؟ یه نفر بگه. آنچه به شما تعلیم دادم به دیگران تعلیم داد. این کار ماست. آنچه را که به شما پولس رسول داره میگه، من به شما میگم، شما به دیگران بگید تا زندگی همه در مسیر سلامتی قرار بگیره، در آزادی و نجات مردم قرار بگیرن، تا اینقدر دنبال قصه هایی که این دنیا براشون درست کرده نرن، دروغ و حق بازی و طلاق و جدایی و جنگ و گرفتاری ها و مشکلات. تو این کلام کلامی هست که درش قدرت هست. پس خواهش میکنم به دیگران بیاموزیم. از این رو هست که ما این بروشورا رو میدیم خدمت شما. نکته اول، ریشه بدی و طمع به لذت دنیاست. ریشه بدی طمع به لذت دنیاست که دلیل ناخوشی میشود، این ناخوشی هست، و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال، یعنی در مسیر عدالت، به خاطر همون که آفریده شدی برای نیکویی، به اعتدال اندیشید و به استقامت در برابر وسوسه عمل نمود تا در سلامتی زندگی کرد. آمین. تا مبادا در رنج و در سختی ها باشید. بریم با هم دیگه آیه آخر رو داشته باشیم. فیلیپیان 4:4-7. در خداوند دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. مشروطه برای اینکه باش وقت بذاریم، مشروطه برای اینکه به وسوسه ها گرفتار نمیشیم. بله، اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید، و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. آمین. 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 مشروط بر این که خود ما گاهی خط دهنده نباشیم به شیطان. هوشیار باشیم. بازم عرض میکنم، وسوسه رو شیطان میده، اما گاهی ما رد پاهایی برای خودمون درست کردیم توی زندگی که به راحتی وارد اون وسوسه میشه. پسر بچه میرسه مادرش متوجه میشه پیرانش گفت ماش کنده شده. میگه چی شده؟ میگه با فلانی دوام شد زدمش. میگه بگه من به تو نگفتم شیطان گولت میزنه، مبادا دوستتو بزنی. میگه آره شیطون گولم زد، موهاشو کشیدم، ولی این مشت آخر ایده خودم بودش. گاهی متاسفانه ما خودمون برای وسوسه انگیزه هایی داریم، اما اگر بیاموزیم از کلام خدا، همون گونه که داوود پادشاهی اعلام میکنه، در اون موقعیت قرار بگیریم، مطمئن باشیم که نیکویی هایی رو در برابر ما قرار خواهد داد به جای بدی و وسوسه. فردوسی اعلام میکنه، نباشد همین نیک که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. بدی کنید بدی میگیریم، اما در اندیشه نیکویی اگر باشیم، اینجا خداوند هست که ما رو یاری میکنه که آنچه که نصیب ما میشه محبت و فیض خدا هست. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم.
Thank you.